درود به شما همراهان همیشگی کانال گنجینه بیوگرافی. با یک ویدیو دیگه اومدم خدمتتون از یک راز عجیب از زندگی پدر مهران غفوریان که باعث جنجال‌ها و حواشی برای این هنرمند شد و حیثیت این هنرپیشه طنز رو برباد داد. تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. روز پنجشنبه 13 اردیبهشت خبری درباره مهران غفوریان منتشر شد که با انتشار ویدیویی در فضای مجازی فردی با شباهت بسیار زیاد به این هنرمند اعلام می‌کنه که کارمند ساواک بوده و 20 سال در قسمت‌های آموزشی ساواک مشغول به کار بوده و نشون دهنده خیانت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت پهلوی به محمد رضا شاه و همکاری آنها با انقلابیون بوده. پدر مهران غفوریان ساواکی بوده و انتشار این ویدیو قدیمی نشون دهنده خیانت پدر این هنرمند حکومتی امروزی هست. مهران غفوریان بازیگر معروف سینما و تلویزیون، کارگردان و مجری مطرح کشور که این روزها حواشی بسیار زیاد زندگیش رو در بر گرفته، از درگیری مجازی با خواننده معروف در اینستاگرام و با جناق مداحش تا سکانسی از سریال زخم کاری که بازی و دیالوگ های اون با کامبیز دیرباز مورد تمسخر و انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. مهران غفوریان در 3 شهریور 1353 در تهران از پدری تهرانی و مادری تبریزی به دنیا اومده و یک برادر به نام مهدی داره که در عرصه موسیقی فعالیت داره و آهنگسازه. غفوریان فارغ التحصیل رشته نقاشی عمومی از دانشگاه آزاد تهرانه و در سال 1373 وارد دانشگاه شد. مهران غفوریان بازیگری رو به کارگردانی مسعود رشیدی با مجموعه طنز لبخند سوم شروع کرد و خیلی زود به عرصه کارگردانان تلویزیون پیوست. مهران در 13 دی ماه 1393 در سن 40 سالگی با دختری به نام آرزو ازدواج کرد و خبر ازدواجش رو در برنامه گلخانه رسانه‌ای کرد. حاصل این ازدواج دختری به نام خانا که متولد 15 بهمن 1397 است. در رابطه با انتشار ویدیو پدر مهران غفوریان، عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد اولین کسی بود که این مسئله رو تایید کرد که این فرد ساواکی پدر مهران غفوریانه. تا اینجای ویدیو لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله ویدیوها رو روشن کنید. نوشت چند شب قبل در شبکه مستند فیلم کنفرانس مطبوعاتی کارکنان ساواک در سال 1358 پخش شد. نکته جالب در این ویدیو معرفی خسرو غفوریان به عنوان مدیر پشتیبانی بخش آموزش ساواک بود. خسرو غفوریان پدر مهران غفوریانه که 20 سال کارمند ساواک بود و بعد از آزادی از زندان چند سال قبل درگذشت. مهران غفوریان در انتشار پستی به مناسبت روز پدر به این مسئله تاکید کرد که نام پدرش خسرو غفوریانه، اما اون را ناخدا خسرو خطاب کرد. کاربران هم در واکنش به انتشار پست عبدالرضا داوری گفتند که به گفته مهران پدرش افسر نیروی دریایی بوده، اما داوری با قاطعیت پاسخ داد که خیر، اون افسر ساواک بوده. خسرو غفوریان در این ویدیو گفته که امام تنها نیست و حتی ساواکی ها هم پشت سرشن و شاه هم باید بدونه که ساواک چه در اون موقع چه الان امام رو تنها نمیذاره. شاه باید این رو بدونه که ساواکی ها هرگز امام رو تنها نمیذارن و ما فعالیت خودمون رو از تو انجام دادیم و وظیفه خودمون رو جهت خوشنودی امام زمان انجام دادیم. مهران غفوریان هم در بین مردم ایران به یک بازیگر حکومتی شناخته شده. اون اخیراً هم در برنامه‌های در صدا و سیما حرفایی در مورد حجاب و مسائل مذهبی و عزاداری حسینی گفته که حرفای اون باعث تعجب کاربران و بینندگان شد. مهران غفوریان در مقابل انتشار این ویدیو و صحبت‌های پدرش و حتی نظر کاربران و حواشی‌های به وجود آمده هیچ واکنشی از خودش نشون نداد. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین و با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنید.